آقا مرشد. بله. برادر کاوه اومده. آخ جان. سلام محمود جان. سلام مرشد عزیز. سلام. سلام. خسته نباشین. چطوره؟ بهتر شدم، فقط هنوز ضعف شدیدی دارم. بهتر نیست اعزام بشن بیمارستان؟ این پهلوان حالش از ما شما بهتره، دردش فقط فکر و خیال و جوش و غصه، اینم خدایش حق داره. طبق گزارش مخبرها آدمهای زیادی را توی این چند روز وارد شهر کردن، یعنی اینکه قرار تشکیلات شهریشان وارد عمل بشن. تونستین شناساییشون کنین؟ تا حالا یک عکاسی و یک داروخانه را شناسایی کردیم، به یک تعویض روغنی هم مشکوکیم، داریم ردشان را میگیریم تا برسیم به بقیهشان. ظاهرا برنامه مفصلی برای پایگاه سپاه دارن. یکی از مهمترین هدفاشون هم پایگاه دکل بنفشه است. صد زد برو اینجا، من اومدم. دمت گرم کار، خوش باشی. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید سرگروبان. یه جشنی هنه اتوانم هر رئیسه مقضیم منال پروه برمنو دمی من قراره فقط چی نسایی کن مازدانم دین بو صفا تلخ نگذره پیان الهر چطوانن خوشیکن شوله لوتیان در ارین بفرم آقا امین دست شما درد نکنه خواهش میکنم بفرم ممنونه احنا دیجا قربونت میگم این آقا مرشد همیشه اینطوری بازی میکنه آبا اینام نماشه ما دیوونه میشیم نه آبا ما اونجورم که فکر کنیم نیست بی خود نگران بودیم نه نه شیرین کاری هم محمود دیگه فکر نمیکنم این آقا کابتون اهل فوتبال هم باشه محمود هست اتفاقا خوبش هم هست عزیزم این شگردشه تا میبینه بچه ها خسته نامیدن سری یه توپ میندازه وسط خودش کاپیتان میشه عده میکشه گل میزنه همه کار میکنه اون وسط نمیکردم تقریبا همیشه هم جواب بده آخرین خامی تا وقتی
چه کار خوبی کرده اومدی محمود. نیومده بودم فقط برای فوتبال. معلوم بود. خب با من بیا هیدر جان. حواست به همه چیز باشه. شک ندارم برای اینجا برنامه دارن. ممنونم که بهم گفتی. آرزوشو به دلشون میذارم. ببین اگه بیان شب میان. پستای شبتو تربیت کن. حواست به موانع هم باشه. روزانه چکشون کن. نه خودت نه بچه ها. دلم نمیخواد بهتون خش بیافته. ای قربون اون دلت. نگران نباش. خدا نکرده نوهدی. اما یه چیز دیگه هم هست. بیا اینم همونی که یه موقعی حرفش رو میزدیم. قابل تورم نداره. خیلی مخلصیم. خب من خب که خب بعدش بعدش من فقط میخواستم بگم که موضوع پدر باش. نگران نباش. به قول آقا مرشد پدر حالش خوبه. دردش فقط فکر و خیاله. به خاطر همینم تا فهمید داریم میریم اینجا حالش خوب شده راه افتاد. ولی من بازم حواسم بهش هست. کاش یه نفر بود حواسش به من بود. مریم ولی من دلم برای تو تنگ شده بود. خب من هم خواستم همینو بگم. میدونم رفتی شالت پسر دیدی و سرها را آمدی ولی باید این دواها رو میل کنن. حالم خوبه مرشد ولی دلم نارومه. همچین زیر و روه. چجوری بگم آشوبه. این دواها رو بخوری نماز هم بخونی ایشالله آروم میشی. بفهمین میل کنش. کجای بازه آمدی؟ در خدمتم سرگروبان. دست بردار از این نامزد بازیات. کار دست همه امیدی ها. حواستو جمع کن. اطاعت.
خبریه؟ نمیدونم، فکر کنم یه صدایی شده. حسینی بله قربان، به هرچی مشکوک شدی یه رگبار بگی روش. مطمئن؟ چشم. ماشاءالله. بنفشه به گوشم، شما چرا اصول ارتباط را رعایت نمی کنید آقا؟ مرکز ما رو محاصره کردن، از همه طرف تیراندازی می کنن، سلاحی نیمه سنگین هم دارن، تا نزدیک پایگاه اومدن سعی دارن وارد پایگاه بشن. یا ابوالفضل، بچه ها بیدارشین، برادر محمود به دکل بنفشه حمله شده، محمود جان چی شده جعفر؟ بدکل بنفشه حمله شده. محمود چی شده؟ پاشو، بدکل بنفشه حمله شده. یا امام زمان، حواستون جمع باشه، حواست برسونید به بچه. خب منم عسکر، تا صبح باید دووم بیاری، ما بلا فاصله بعد از سپیده حرکت میکنیم با همه قوا.
دادن. اگه شما نمیگید به محمود بگیم دارم بچه همو قتل هم میکنم. گروبان جعفری جواب بده. گروبان جعفری. گروبان جعفری. مجید بچه های گروه نظربت رو به خط کن، همه رو. کاکارف پیشمرگات رو هر جا هستن پیداش میکن. الان؟ همین الان بجم. جعفر بدو. سرباز خوبی بود ولی خیلی اذیتمون کرد. سلام جناب نوهد. حالا نوهد تویی یا این؟ میبینیش؟ دوست دارم افتخار کشتن این مزدور کثیف برسه به همه تون. فقط سر و سینه. پوتینای خوبی داره. حیف خراب بشه.
پوریا، 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 لعنت به این جنگ! جاده امنه. بچه های سپاه اون بالا حرکت. اطاعت کن. سلام. ستون سنگین بود، مینیابی هم یه مقدار سرعتمونو گرفت. چه خبر؟ خبر جلو چشتونه جناب سرهنگ. زدن و کشتن و بردن. سری بچه های بهتری بگو بیان داخل، بقیه بمونن بیرون. دیگه مجروحی نمونده که به بهتری احتیاج باشه. اونایی که میتونستن راه برن و با خودشون بردن، بقیه هم تیر خلاص زدن. بفرما جناب سرهنگ، بفرما دستگلات رو تحویل بگیر. سربازات هنوزم منتظرن. باید محمود ردشان تا قهرآباد زدیم. باید بجنبی.
حق با تو بود. نباید امونشون بدیم. من برای عملیات مشترک آماده ام. میخوام بقیه سربازامو از چنگشون بکشم بیرون. به هر قیمتی شده. تونستیم رد بشون و تا سرا بزنیم. طبق آخرین اطلاعات ما ضد انقلاب بعد از حمله همراه با 10-12 تا اسیر و مقداری غنایم از این مسیری که نشون میدن به قهرآباد اومدن. صبح تو قهرآباد بودن و بعد از یکی 2 ساعت استراحت و تجدید قوا مجدداً از این مسیر فرعی خودشون رسوندن به روستای سرا. احتمالاً تا غروبم به سرا برسن و همونجا هم اتراق کنن. امشبم که طبق معمول به بهانه جشن پیروزی تا دیر وقتش و اشرت دارن. حالا اگه ما بتونیم خودمون صبح فردا بالا سرشون برسونیم مطمئناً غافلگیرشون میکنیم. درسته، سرعت عمل تعیین کننده است. فقط با کدوم طرح عملیات؟ طراحی عملیات با شما. من فقط چند تا پیشنهاد دارم. بفرمایید. برای گرفتن سرا 2 تا نقطه خیلی مهم وجود داره. یکی اینجا یعنی تپه تک درخت و یکی هم اینجا یعنی مسیر خروجی سرا به بوکان. پیشنهاد من اینه که قبل از شروع درگیری برای تسلط به تپه 20 نفر از نیروهای زبده و با تجربه را به تپه هلیبورد کنیم. این عملیه، میشه. ولی در مورد خروجی سرا به بوکان و هلیبورد نیروها این خطرناکه. یعنی تقریبا غیر ممکنه. درسته. من امشب با یه گروه از بچه‌های پیشمرگ خودم رو به سرا میرسونم و فردا صبح توی مسیر سرا به بوکان کمین میذارم. ریسکش خیلی بالاست. بله، ولی مجبوریم. اگه فردا نیروهای اصلی به هر دلیل تأخیر داشته باشن و ضد انقلاب بخواد به طرف بوکان بره، باید راهشون رو ببندیم و منتظر نگهشون داریم تا شما برسید. چی کار میکنی؟ منم هستم. میدونم که افسر ورزیده‌ای بودین. پوریا گفته بود که قهرمان تیراندازی ارتش شدین، ولی آخه نداره. میتونی امتحانم کنی. بچه‌رو معطلی، امتحانم کن. باشه. اونو میبینی؟ اونجا. فقط با 3 تا گلوله. میتونی؟ ببینی. حالا منم هستم. هر جا بری پا به پاد میام. باید خودتو برسونی سرا و همه چیو زیر نظر بگیری. ما هم فردا صبح قبل از طلوع خورشید اینجاییم پای تپه تک درخت. کاکفتا، میخوام ریز و درشت اطلاعاتشونو داشته باشم. بانیشو کاچنگیز، خبرها را به واسطه آواره میرسانم. آواره خودش اهل سراست، رفت و آمدش عادی تره. خب برادران توجه داشته باشیم. برادران عزیز تکاور، برادران سرباز، ما در منطقه عملیاتی کرد جناب سرنگ همین الان اطلاع دادن کبرامون برای فردا صبح امکان پرواز ندارن. یعنی چی؟ برای چه امکان پرواز ندارن؟ جناب سرنگ مشکل آماده سازی دارن. آخه بدون عقاب ها چطور میشه بقیه پرنده ها رو پرواز داد؟ پرواز کلا منتفیه. مگه اینکه همه چیز نوبت عقب بیفته.
اگه قضیه همین فردا مثبت نشه، سوژه هامون میرن جای قبلیا. آخه بدون پرنده ها دستمون به اون بالا نمیرسه. خیال کن پرنده ای در کار نیست. طرح قبلی همین الان هم قابل اجراست. طرح قبلی بدون خودت قابل اجرا نیست. داداش کوچیکه میتونه بلند بپره، مطمئن باش. داداش شلوغنم بذار سر سگای آبادی رو گرم کنه. به هر حال ما ادامه میدیم. تمام. ارتش هم یعنی کلن منتفیه؟ ارتش پای کاره، فقط هلیبورد ممکن نیست. مشکل فنی پیدا کردن. طرح عملیات هم یه مقداری تغییر کرده. خودت مجید جان، خودت باید ارتفاع تپه رو بری بالا و همونجا مستقر بشی. 7-8 از بچه های قبراقت هم آماده کن. باید قبل از اینکه سپیده بزنه نزدیک سنگره باشین. فقط اون بالا که رسیدی هیچ اقدامی نمی کن. پس بری چی هم برم بالا؟ باز عجله کردی مجید جان. سپیده که بزنه اوضاع از این قراره. بچه های ما و نیروی ارتش رسیدیم پای تپه تک درخت، همونجا هم مستقر شدیم. محمود و بچه هاش هم اینجان، خروجی روستا به سمت بوکان. تو هم که باید بالای تپه تک درخت باشی و نزدیک سنگرا. میمونه درگیری. شروع درگیری با اسقره. اسقر بچه هاشو برمیداره میاد اینجا و سنگرای پایین تپه رو میزنه. درست همون موقعی که نیروی بالا گیج درگیری زیر پاشون شدن، از اون بالا دخلشون رو میاری و تپه رو مال خودت میکنی. ستونم همونجا شروع به حرکت میکنه. فقط یادت باشه اگر قبل از درگیری اسقر درگیر بشین یا به هر دلیلی موقعیتتون لو بره، کل عملیات سوخته. مفهومه؟ ها آج خب مفهومه. چه باباش ندن؟ اسقر بفهمه. اسیرکانو چه لکرد؟ زندانی لطولگی مالکی خوا دستون ناگی که مال زم خراب خسرو